بذار من جیمو بذار گلایبل، چون اولا 7 8 برای داره سعی می‌کنه بیاد بالا میوفت پایین. هستی گلایبل؟ گلایول گلایول من همیشه اشتباه میگم اسمم. گلایول خوب هستین بابک خان؟ فدای تو بشم. خیلی مخلصم. قاسم جون خوبی؟ آرون جان خیلی مخلصیم. عرشت خدمتتون که صداش اصلا به اسمش نمیاد. بگو. چند تا نکته راجع به گوشتخاری داشتم. به من وقت با این کسایی که میان خیلی مطلق میگن قطعا غیر اخلاقی گوشتخاری که مخالفم، اما این استدلالی که آوردی شما واسه این که آره اینها جونشون و ما لذتی رو نمیتونیم بگیم آره بعدن لذت میبرن چون که ما خودمون جونشون اینا به خاطر ماه و ما بهشون جون دادیم، یعنی زندهشون کردیم، به دنیا اومدن که ما بخوریمشون. این به نظرم استدلال خوبی نیست. اگه یک پدر مادرم برابر لذت خودشون یه بچه رو به دنیا بیارن، نمیتونن حق لذت بعدی رو ازش بگیرن. اما من میگم اگر اینو ما میبینیم، خب چرا اونور اون رنجی که ما این با زنده کردنشون بهشون میدیم واسه نگهداریشون رو نمیبینیم؟ این گاوایی که تو گاوداری ها دست و پاشون بسته، یه دارن غذا میخورن، دستشویی میکنن، شیرشون هم میدوشن. من میگم این یعنی صرف این لذته من فکر نمیکنم بخوایم اینجوری استدلال کنیم بگیم گوشخاری خوبه. من فکر میکنم مهمترین استدلالی که هست اینه که اصلا جدا از لذت، ما هنوز علم پزشکی به این نرسیده که ما بدون گوشت میتونیم کاملا سالم باشیم. یعنی حتی مخالفی آنون جان؟ ببین نه این قبوله که اولا من فکرم استدلال خودم رو برای اینکه چرا ما آوردیمشون برای همین میتونیم بکشیمشون اونجوری اینجوری منظورم این نبود، حالا اونو توضیح میدم. خب ولی اگه خوردن گوشت از لحاظ اخلاقی بد باشه، برای کار اشتباهی باشه، خب اینکه از لحاظ سلامتی برای ما مهم، من قبول دارم که گوشت خوردن گوشت یه مقدار گوشت از لحاظ سلامتی و لبنیات و تخم مرغ و این چیزا، مخصوصا ماهی و غذا اینا، به شدت برای ما مفیده. خب و یه مقدار سخت‌تره که بدون گوشت ما بهترین سلامت رو داشته باشیم. میشه البته میشه مثلا ویتامین B12 و خورد و اینجور چیزا، ولی خب همون اومگا 3 و اینا رو هم نمیدونم اومگا 3 رو از کجا گرفت. میشه یه جورایی یه مقدار سخت‌تره، یعنی زندگی سالم با راحت‌تره اگه ما گیاهخوار نباشیم. تازه مقاله ها هم متفق القول نیستن تو این قضیه. یعنی من مقاله های پزشکی دیدم خودشون حتی میگن ما باز مثلا بعضیا این حرف شما رو تایید میکنن، بعضیا میگن ما حتی در شرایط برابر که بیایم با چیز جایگزین های گوشت بهشون مواد غذایی رو بدیم، نمیتونیم بگیم قطعا همون سلامتی رو این میتونه داشته باشه که گوشت بخوره. این اصلا مهم نیست. خب چرا؟ چون که اگه داره به حیوانات یک ظلمی میشه، خب این ظلم در حدی هست که ما نمیتونیم بگیم خب ما میخوایم یعنی ببینید اگه از لحاظ سلامتی ما گیاهخواری یه مقدار ضعف داشته باشه نسبت به گوشتخواری، این ضعف به اون شدتی نیست که بتونه توجیه بکنه این همه اذیت و آزار رو به حیوانات. میدونی لازم چه؟ این اینجوری نیست که مثلا ما آره سالمتر نخواهیم بود و اینجوری نیست که به شدت سالم تر نخواهیم بود. می‌دونم چه؟ یه مقدار کمتر سالم خواهیم بود. اصلاً در اون حالت در اون یعنی اصلاً قابل مقایسه نیست. ببین من قبول دارم که من فکر می‌کنم گوشتخواری یه مقدار سالم‌تره، ولی به این دلیل نیست که دارم میگم گوشتخواری اشکال نداره. خب به این اصلاً این جزء استدلالم نیست. چون واقعاً اگه این ظلم به حیوانات هست، این یه مقدار ما باید از سلامت 100% رو بمونو بکنیم سلامت 95% که این همه به حیوانات ظلم نشه اگه این ظلم بود. خب یکی و منم دارم میگم که ظلم اگه بدون اذیت و آزار کشته بشن ظلم نیست. خب اون چیزی هم که گفتم این که منظورم این بود، ببینید من استدلالم اینه که یک حیوان چون که خیشتن آگاه نیست، وقتی شما میکشینش اگه بدون زجر و آزار بتونید بکشینش، هیچ ظلمی بهش نشده چون چیزی رو داره از دست میده که آگاهی اصلا نداشت، اصلا ارزشی براش قائل نبوده. خب ولی یک کسی میتونه به من بیاد بگه که نه ارزش درسته که به وجود داشتن خودش ارزشی قائل نیست،
ولی چیزی رو که براش چیزی رو که از دست داد این بود که میتونست زندگی یه لذت های آینده رو دست داد. خب غذایی که مثلا شما امروز کشتینش، خب فردا میتونست از غذاش لذت ببره و اینو ازش گرفتی، فردا میتونست مثلا از یه سکسی لذت ببره این ازش گرفتی، خب فردا میتونست از یه خواب خوبی لذت ببره این ازش گرفتی، با اینکه مثلا زندگی رو که داشت نمیدونست داره و از دست داد چون خویشتن آگاه نیست اینو از دست نداده، یه سری قابلیت هایی رو از دست داده. خب این مقایسهش با اون چیزی که شما گفتیم با بچه‌ای که ما به دنیا آوردیم فرق داره. خب من میگم نه اینم ازش نگرفتیم، چون اصلا این قابلیت لذت رو اصلا این حیوان اصلا نداشت اگه که اگه صنعت گوشت وجود نداشت. خب یعنی شما اگه بخواییم بیان بگین که خب پس ما صنعت گوشت رو قطع بکنیم که نکشیم حیوانات ها، خب پس این اصلا وارد محاسبه نمیتونه بشه که شما بگین که ما با کشتن این حیوان داریم یه چیزی رو ازش میگیریم که یه لذت منت هم میتونیم سرش بذاریم. آره من دارم میگم این اصلا به دنیا نمیامد. آره دیگه میگم بهش بگیم حال دادیم همینقدر لذت بردی دیگه، این به خاطر ما بوده. آخه رنجی که بهش میدیم چی؟ پس آرمین جون من مخالف رنج، من معلومه که بخاطر رنج واسه نگهداریشو دارم میگم. و ببین آخه اگه بازم بخوایم با سیستم اون باید جرم بشه. ببین اون باید جرم بشه، اونو من قبول دارم که باید جرم بشه. من قبول داری تو 90 درصد هست، ولی من ببین من قبول، من چیزی که دارم میگم کشتن حیوان نباید جرم باشه، خب ولی زجر حیوان باید جرم باشه، زجر دادن حیوان باید جرم باشه. تو واقعا توی نگهداری حیوانایی که واسه گوشت خاری خیلی بهشون رنج میدن، این واقعا آزاردهنده است. بله اینا باید قانونی عوض شه. ببین اینه که شما میخواین درست کردن این نمیتونه به این باشه که بریم بگیم که درست کردن این یعنی معرفی قانون‌های جدیدی که این روش نگهداری از حیوانات رو جلوگیری می‌کنه ازش. نمیتونه این شما نمیتونین بریم به هر کسی که مثلا داره مرغ می‌خوره کباب می‌خوره هی من این روش به نظر من جواب بازدهی این روش خیلی کمتره از این همه فعالیت میشه به کسایی که گوشت علی کسایی که گوشت‌خواری دارن می‌کنن. اگه همه این فعالیت‌ها جمع می‌شد از لحاظ قانونی به دولت‌ها فشار وارد می‌شد که قانونایی بذارن که این حیوانات رو اینجوری نمی‌تونی نگهدارین، تعداد حیواناتی که زجرشون کمتر می‌شد به شدت سریع‌تر پیشرفت می‌کرد. می‌دونم چه؟ یعنی درست. تمام این گیاه‌خوارا اگه تمام فعالیت‌هاشون رو جمع‌آوری می‌کردن به جای اینکه گیر بدن به گوشت‌خوارا و تمام حرکت‌ها فعالیت‌های سیاسی‌شون رو تمرکز می‌دادن به دولت که یه قانونای جدیدی بذاره، این روششون بسیار موثرتر میشد که این حیوانات تو این شرایط نمیتونه. بعضی میگن که خب بعضی از گیاهخوارا میگن خب اگه شما این کارو بکنین گوشت انقدر گرون میشه که مردم دیگه گوشت نمیخورن. ما میگم خب مگه هدف تو همین نبود؟ مگه مگه هدفت همین نبود؟ میگم اگه میخوای همینو میخواستی دیگه. من میگم بسیاری از گیاهخوارا فعالیتایی که دارن میکنن باعث شده که حیوانات بیشتر از زجر بکشن، خب به خاطر اینکه تمرکزشون رو گذاشتن روی گوشت آدما، انسان‌ها به جای اینکه بذارن روی دولت‌ها و کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ تولید گوشت و اینجور چیزا. حالا این گوشت‌های مصنوعی که من داشتم تحقیق می‌کردم راجبش، دیدم چقدر چیزای جالبیه، حتی فتش رو می‌تونیم تنظیم کنیم، بعد چقدر هم کیفیتاش خوب بود کسایی که تست کرده بودن. فکر میکنی اینها اگر، حالا میدونم خیلی گرونه در این شکی ندارم، ولی میگم بعد بالاخره بعدش که ارزون میشه بعد از یه مدت وقتی بیشتر بشه، حالا کاری ندارم مافیا کسایی که مثلا تولید گوشت میکنن هم یکم مقابله دارن میکنن با اینکه زیاد بشه این گوشت مصنوعی، اما توی یکی از شهرهای انگلیس حتی شنیدم توی سوپرمارکت ها اومده به صورت محدود و خیلی گرون. میخوام بدونم اگر این بیاد تو و ارزون بشه، به نظرت این صنعت گوشت کشتن حیوانات و نگهداریشون برای کشتن کم میشه، از بین میره یا نه؟ آره احتمالاً کاملا یه روزی کاملا از بین میره، یک زمانی میرسه که اصلا صنعت گوشت کاملا از بین میره، یکی این، و یک روزی میرسه که این گوشت‌های مصنوعی هم به شدت سالم‌تر خواهند بود و هم به شدت اینا
و هم به شدت خوشمزه تر. یعنی یک زمانی میرسه که آیندگان گوشتی رو که ما الان امروز میخوریم و میخورن اصلا باورشون نمیشه که ما میتونستیم اینو بخوریم. خب یعنی مزه این گوشتا رو یه جوری عوض میکنن، چربیشو دقیقاً اندازه میکنن که باید باشه، تمام همه چیشو کاملا تنظیمی یه چیزی درست میکنن که اصلا غیر قابل مقایسه خواهد بود از لحاظ مزه و همه چی با گوشتی که ما امروز داریم میخوریم. یعنی اگه، یعنی آیندگان اگه گوشتی که الان ما میخوریم و بخورن توفش میکنن سریع انقدر. این دیگه چجوری این همه آدم آشغالی بوده اینا میخوردن، اینا میخوردن چجوری اصلا. واقعا خیلی این بود گوشتای مصنوعی جالب و این که میگم اصلا هر کی هم از اینایی که تست کرده بودن توی این بخورده بودن خیلی تعریف میکردن، خیلی تعریف میکردن. تازه شروع شده، تازه شروع آره شده بعدها خیلی اصلا همین که شد. همینی که میشه فتش رو تنظیم کرد خیلی جالبه، خیلی جالبه که آدم میتونه گوشتی رو بخره که فتش رو تنظیم کنه چقدر میخواد باشه. چربیشو بگو، چربیشو. آره آره چربیشو خیلی جالبه. ما اصلا مزرعه های گوشت خواهیم داشت تو آینده به جای اینکه مثلا رشد گوشت. خیلی جالب میشه فکرشو بکن مثلا ساختمون های چند طبقه ای که همش داره گوشت داره رشد گوشت تولید میکنه، رشد گوشت. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم با اجازهتون. قاسم جون فعلا درود. فعلا قربانت. دابک کجا رفت؟ بابک رفت مرخصی فعلا. من نتم قطعی تو رفتم آمدم آزادو بیارم. یه سوال دیگه تو لایکت بود جان. بگو یکی از دوستان سوال داشت، عظیم چی گفتش کدوم حیوانا اصلا آگاهی دارن به خودش، این خودآگاهی دارن چی؟ ببین ما یه مشکل داریم به تو زبان فارسی که کانشسنس رو تعریف کردیم به خودآگاهی. خب بر همین چون خودآگاهی گرفته شد سلف اورننس رو مجبور شدیم بریم یک کلمه دیگه برش بده. یعنی خودآگاهی خوب بود برای سلف اورننس ولی متاسفانه اینو دادیم به کانشسنس. خب برای همین برای اینکه بریم یه معنی کلمه دیگه پیدا بکنیم برای سلف اورننس به جای خودآگاهی اسمشو گذاشتن خیشتن آگاهی. خب چون خودآگاهی خیلی رواجش بیشتر از خیشتن آگاهیه، درسته؟ کانشسنس خیلی رواجش بیشتر از سلف کانشسنس، بیشتر هوشیاری هم فکر کنم میشه گفت کسی که از حواسش داشته. الان ترجمه رو اگه برید نگاه بکنین کانشسنس میشه خودآگاهی، در صورتی که این ترجمه نه کلمه اون کلمه متاسفانه اینش آره برای حال خیشتن آگاهی رو اگه بخوایم حساب بکنیم تنها حیواناتی که دارن انسان هست، شیمپانزی هست، فیل هست، فکر کنم کلاغ هست، نهنگ و دلفین هم هست. آره به غیر از این نداریم دیگه، بقیه حیوانات ندارن تا اونجا که من میدونم ندارن اینا. و این فرق داره با هوشا. بعضیا میگن که مثلا این حیوان خیلی باهوشه، بعضی از حیوانا میتونه اصلا باهوشتر از این حیوانایی که من باشه. مثلا به این خوک از کلاغ باهوشتره ولی خوک خیشتن آگاهی نداره ولی کلاغ داره. یعنی هوش و خیشتن آگاهی اینا فرق داره با هم.